ولی واقعیت مهم دیگه کار ستایش انگیز مرضیه در جد و جهد برای سلامت و حفاظت و پرورش این صدای بی‌همتاست. مرضیه قریب به 70 سال پیش شروع به تحصیل هنر کرد و آموزش‌هاش رو در محضر بزرگانی مانند حشمت دفتر، اسماعیل مهرتاش، ابوالحسن خان سبا، عبدالله خان دوامی و رکن‌الدین مختاری فرا گرفت و بعد هم در طی چند دهه در نهایت جدیت و مواظبت گنجینه‌ای از موسیقی ایران رو در وجود عزیزش حفظ و حراست کرد. ولی گنجینه هنر ما حاصل رنج و زحمت است و به قول سعدی نابرد رنج گنج میسر نمی شود. بله، بانوی هنر ایران ثمره استعداد بی‌نظیر و جد و جهد بی‌بدیل و شورانگیز و سوز دل است. و همچنان که او از سعدی می خوند، تا نسوزد بر نیاید بوی عود، زان که هر کس محرم پیغام نیست، در سرای خاص بار عام نیست، پخت داند کین سخن.